سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم بیش از هفتاد روز از یک جنگ تمام ایار در منطقه ما میگذره جنگی که از زاویه های مختلف داره پیرامونش بحث میشه صحبت میشه حرفای عجیب و غریبی در ورش زده شده که من رو وادار کرده چند تا از گزارش های خاص هفته پیش رو رو به این حرفا اختصاص بدم صبور باشی ویدیوهای خاص و قابل تعمل این هفته برای شما خواهیم داشت اخبار رو شروع میکنم مهمترین خبری که امروز توجه رو به خودش جلب کرد چهار توقیف کشتی از سوی یمنی ها بود که علیه کشتی های آلمانی و کشتی های دیگر کشورها که به سمت رژیم صهیونیستی حمله حرکت میکردن در راه افتاده البته من اگر بخوام جملم رو تصحیح بکنم یمن دیگه توقیف نمیکنه به سمتشون شلیک میکنه و هر چهار تا کشتی که دارم خدمت شما عرض میکنم مورد اصابت قرار گرفتن فیلم و تصاویری از آتشسوزی سوزی کانتینرها در داخل این کشی ها هم منتشر شده و یمن از این طریق اینها رو وادار کرده از مسیر خودشان یعنی حرکت به سمت فلسطین اشغالی فاصله بگیرن در کنار این چهار کشتی که به طور رسمی اعلام شده به کشی های دیگری هم اشاره شده است ما منتظر هستیم سخنگوی ارتش یمن سخنرانی بکنه ببینیم که جزئیات بقیه این ماجرا به چه شکل خواهد بود میخوام بخشی از بیانیه سرتیپ یحیی سری سخنگوی ارتش یمن رو در خصوص آن چیزی که اتفاق افتاده خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم ایشان بعد از توقیف کشتی دوم در بیانیه اعلام کرده که به یاری خدا در دو عملیات دو کشتی که به سمت اسرائیل در حرکت بودن را با دو موشک مورد حمله قرار دادیم این عملیات پس از آن صورت گرفته که خدمه این کشتی ها از پاسخگویی به تماس نیروهای دریایی ارتش یمن و همچنین پاسخ های هشداری ما خودداری کردند از هدف قرار دادن هر کشتی متخلف که در بیانیه های قبلی بدان اشاره کردیم تردید نخواهیم کرد تا زمان ورود مواد غذایی و دارویی به نوار غزه از ورود تمامی کشیهای آزم به سمت بنادر اسرائیلی جلوگیری می کنیم. عملیات ما تا پیروزی مردم مظلوم فلسطین ادامه دارد و در راستای اجراع دستورات رهبرمان و پاسخ به ندای آزادگان مردممان و مسلمانان ادامه خواهد داشت. این بخشی از بیانیه ای هست که سخنگوی ارتش یمن منتشر کرده پایگاه خبری آکسیوس هم به این اشاره کرده به نقل از مقامات آمریکایی که حرکت کشتی‌ها به سمت بندر اسرائیلی ایلات به خاطر حملاتی که یمنی ها انجام دادن متوقف شده آلمانی ها اعلام کردند تا سه روز کشیرانی در دریای سرخ نخواهند داشت از تنگه باب المندب هم عبور نخواهند کرد تا ببینن ادامه ماجرا به چه شکل خواهد بود یکی از بزرگترین شرکت های کانتینر دنیا هم اعلام کرده گفته که تا اطلاع ثانوی از دریای سرخ به عنوان مسیری برای کشتیرانی استفاده نخواهد کرد اظهار نظری هم به نقل از یوسف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده که به این اشاره کرده حملات انصار الله یمن به کشتی های تجاری احتمالا به منفجر شدن اوضاع در منطقه منجر نخواهد شد. قربان ما متوجه نشدیم 20 تا بچه کشتن در فلسطین به منفجر شدن منطقه منجر نمیشه با خاک یکسان کردن شهری به نام غزه مناطق مسکونیش این به منفجر شدن منطقه منجر نمیشه جنایات رژیم صهیونیستی به منفجر شدن منطقه منجر نمیشه اینکه که یمنی ها تصمیم گرفتن کشتی های رژیم صهیونیستی رو بزنن تا جلوی این جنایت گرفته بشه منجر میشه عجب دنیای عجیب و غریبی عزیزان یه لحظه اخبار رو بذاری کنار من خبری میخوام خدمت شما عرض بکنم فردا بچه های کدوم یکی از شما قرار هست برن مدرسه با خیال راحت بفرستید نگران نباشید من از خدا میخوام که عمر و بچهاتون طولانی و بازد باشه همیشه سلامت باشن دلشون شاد باشه و برای هر سرزمینی که درش زندگی میکنید و هر ملیتی که هستین از, از رفقای از عزیزان و هموطنان ایرانی تا رفقای افغانستانی و دیگر ملیت ها برای سرزمینتون افتخار بیافرینن من نکته ای که میخواستم به این بهانه خدمت شما عرض کنم اینه از هفتاد روز پیش تا امروز سه و دانش آموز 3700 دانش آموز فرصت نفس کشیدن در این دنیا رو از دست دادن در کنار این 3700 دانش آموز 5700 دانش آموز هم مجروح شدن البته اگر مجروح نمی شدن هم مدارس امروز در غزه محلی برای درس نیست محل نگهداری خانواده ها کودکان و بیپناه هایی هست که به اونجا پناه بردن و سعی کردن خودشونو در یک جای امن حفظ کنن هرچند اونجا هم اشتباه انتخاب کردن میدونید امروز یکی از خبرنگاران قطر رو تو یک مدرسه مورد هدف قرار دادن خبرنگار مجروح اجازه بعد از پنج ساعت اجازه این که آمبولانس بیاد خبرنگار رو ببره رژیم صحینسی نداده دی. ما با همچین جنایت اوریانی در فلسطین اشغالی طرفیم امروز دیدم یکی از دوستان یه پستی برای من فرستاده بود عکسی بود از کودکان فلسطینی زیرش نوشته بود برای کودکان فاتحه بخونید من فاتحه خوندم ولی برای انسانیت من فاتحه خوندم ولی برای همه اون چیزهایی که ما در این کره خاکی ادعا میکردیم بهش پایبندیم چون همه آن چیزهایی که ادعا میشد بهش پایبندیم زیر سوال رفت نه در شرق کسی فریادی زد و نه اینهایی که در غرب نشستن از انسانیت میگویند از حرفایی از این دست میگویند از حقوق بشر میگویند فریادی زدند. نه این ریش هایی که در کشورهای عربی نشستن در کشورهای مسلمان نشستن اسلام اسلام میکنن بعد از دیدن ویرانیه مساجد در غزه فریادی زدن این بچه های مقاومت هم اگر نبودن هم که الان همه دارن تهدیدشون میکنن رجز میکنن از یمن و فلان و فلان یمن و طوری با خاک اکسان کردن توی این نه ساله که دیگه چیزی نداره از دست بده این بچه ها هم اگر نبودن امروز مشخص نبود در غزه با چشم باز باز و در حالی که دنیا رو در خواب فرو بردن چه جنایاتی رو میخواستن رقم بزنن بریم ادامه اخبار رو با هم بررسی بکنیم امروز در ادامه درگیری ها در غزه خبری به نقل از مبارزان قسام روی خروجی رسانه ها رفته گردان های قسام اعلام کردند که مبارزان این گردان ها با ده نفر از نظامیان اشغالگر اسرائیلی در داخل چادری در مرکز غزه از فاصله صفر درگیر شده‌اند و اسلحه یکی از آنها را هم به قنیمت گرفته و به سلامت از آنجا عقب نشستند فیلمی هم داره منتشر میشه از اقامه نماز جمعه در غزه این فیلم ها در حالی داره منتشر میشه که تا الان دهها مسجد مورد هدف قرار دادن همین الان هم مساجد یکی از ویژه ترین بانک اهداف اینا با وجود همه اینها مردم با همه ای توان با همه ای انگیزه با همه ای انرژی اومدن در مساجد ایستادن به جهت اینکه یادآوری بکنن خودشون رو برای هر فاجعه ای آماده کردن از این سرزمین نمیرن بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم بیش از چهل موشک از سوی لبنان به فلسطین اشغالی امروز اصابت کرده و شلیک شده در این زد و خوردها و درگیری ها رژیم صهیونیستی به به حلاکت رسیدن تعدادی از نیروهای خودش از جمله یک سرگرد در گردان مهندسی 710 در درگیری های اشاره کرده همچنین مقاومت لبنان اعلام کرده که تعدادی از نیروهای رژیم سهیونیستی رو اجتماعشون رو مورد هدف قرار داده از غزه خبر میرسه فلسینی ها اتاق فرماندهی میدانی دشمن رو در مرکز غزه مورد هدف قرار دادن با راکت و خمپاره های خودشون از مرز لبنان هم فیلم ها و تصاویری از حضور بالگرد های رژیم سحیانسی یا بهتر بگم نشکش های هوایی به جهت منتقل کردن لاشه نظامی های سحیانس داره منتشر میشه هشت خودروی زرهی هم از صبح امروز توسط مقاومت فلسطین در غزه مورد اصابت قرار گرفته ما امروز شاهد انتشار خبری بودیم به نقل از آمریکایی ها که بر تعطیلی تعدادی از بنادر رژیم صهیونیستی بعد از عملیات هایی که مقاومت فلسطین و مقاومت یمن انجام دادند اشاره کرده یه سری عکس و فیلم هم منتشر شده اکس ها رو دارید روی صحبت ها مشاهده میکنید این عکس ها عکس های ماهواره ای هست که خسارت های آمریکا در پایگاهش در اربیل رو داره نشون میده یکی از این عکس ها رو دارید روی صحبت های من مشاهده می کنید مراکز زیر نشون داده قبل و بعد از حملاتی که صورت گرفته رو توضیح داده بعد به این اشاره کرده که 50 درصد از این پایگاه در عملیات روزمره مقاومت عراق از 24 اکتبر تا 2 دسامبر هدف قرار گرفته شده این عکس ها نشان می دهد که دو ساختمان این پایگاه که در مجموع 1300 متر مربع مساحت دارد به طور کامل تخریب شده است به طور کامل همونطور که در تصاویر دارید میبینید توسط مقاومت عراق و حملاتی که انجام داده اینها تخریب شده بعد تأکید کرده گفته دوازده بار حمله پهبادی علیه این مراکز صورت گرفته اینا من بگم تا الان بیش از 100 عملیات موشکی و پهبادی مقاومت عراق علیه آمریکایی ها انجام داده که این یه پایگاهی که داره میگه یکی از ساخت 1300 متر بنا داشته که تخریب شده این دوازده تا عملیات پهبادی علیهش انجام دادن بعد اشاره کرده گفته از 17 نوامبر مدام مورد حمله پهبات ها بوده مقامات آمریکایی اشاره کردن که هیچ خسارتی نداشته این عکس های رو داره منتشر میکنه که یادآوری بکنه اولا خسارت داشتی تو ویرانی قابل توجهی در پایگاه ها داره دیده میشه اینام تصاویر ماهوارش ما ماجرم همینه تلفات سنگینی هم داده اند و فعلا پنهان میکنن امروز و همزمان با این تصاویر فرمانده ی گردان سید و شهدای عراق در توییتی اعلام کرده که عملیات های مقاومت اسلامی عراق تنها زمانی متوقف می شود که حملات رژیم سهیونسی در غزه متوقف شده باشد یک مصاحبه ای هم امروز از سوی دبیر کل مقاومت اسلامی نجبای عراق روی خروجی رسانه ها رفته شیخ اکرم الکعبی در صحبت خودش به این اشاره کرده که آمریکا فرماندهان و مجاهدان مقاومت را به قتل رسانده عراق و منطقه را ویران کرده بر اموال و نفت و دارایی های کشور ما چنبره زده و همچنان در مسائل داخلی ما دخالت میکند از این رو مقاومت در برابر آمریکا حقی مشروع و ملی مبتنی بر اراده ای است که میلیون ها نفر از مردم عراق آن را ابراز داشتند اگر کسی در برابر قاتلان زنان و کودکان و بیگناهان محاصره شده در غزه ایستاده یا در مقابل اشغالگر کشورش مقاومت میکند تروریست است پس همه دنیا شاهد باشد که من هم تروریستم میگه اینا به ما میگن تروریست ما داریم از کشورمون دفاع میکنیم از کشوری که 20 سال در اسارت آمریکایی ها بوده و داریم فریاد میزنیم میگیم داریم عملیات میکنیم تا بچه کشی رو متوقف کنیم اینا فریاد میزنن میگن تروریست و اگر این گونه است ما هستیم این بخشی از صحبت بوده که باساب قابل توجهی در فضای فارسی زبان داشته در کنار همه اینها خبری هم امروز در رسانه ها منتشر شده به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گفته رژیم سازمان نقص عضوش اومده اعلام کرده که 3500 تا از نیروهای نظامیش از آغاز حمله زمینی به غزه تا کنون نقص عضو شدهاند. همزمان با این اخبار از خلیج فارس هم خبری منتشر شده تحت این عنوان که ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا از خلیج تا قیامت فارس تحت اشراف قایق های تندرو سپاه پاسداران خارج شده است زمانی که میخواسته خارج بشه نیروهای مسلح ایران به طور کامل رستش کردند روی سرش بودن اطرافش بودن و مشایعتش کردند تا از تنگه هرمز عبور بکنه این همون ناوی هست که کلی اومدن سرصدا کردن تو اون روزهای اول گفتن آوردیمش تو خلیج فارس و ایران حواسش باشه ایران بدون چی اتفاق میفته مقاومت حواسش باشه اصلا کسی برای اینها حتی دیگه تو فضای براندازی هم تره نمیکنه مگر دقت کرده باشید اونا خودشون داشتن اینو مسخره میکردن که اینو فرستادی اصلا اثری نداری مسخره بازیه انگار رو دستت مونده حقوق سربازاش هم نمیتونی بدی نمیدونی چیکارشون بکنی چهار تا ماموریت تعریف میکنی آقا این بره این بره، این بره اون بره. این کار دیگه ای از اینها صورت نگرفته و الان هم از خلیج فارس خارج شده حالا مقصد کجا هست من نمیدونم ولی احتمالا اگر اینها در ذهنشون باشه که در تنگه های دیگر ناامنی ایجاد بکنن یا جلوی اقدامات برخی گروههایی که دارن با رژیم در تنگه های دیگر میجنگند رو بگیرن قابل پیش بینی هست که آن تنگه های دیگری که اینها تصورش را نمی کنند هم ناامن بشود شاید مفهم صحبت کردم صبور باشید میریم جلوتر ماجرا روشنتر خواهد شد در کنار اخبار امروز عکس و فیلمی هم از سرتیب یحیی سری سخنگوی ارتش یمن در رسانه ها منتشر شده ایشان را ترک یک موتورسیکلت داره نشون میده که در حاشیه راهپیمایی با غز تا پیروزی که یمنی ها امروز بسیار پرشور برگزارش کردن به ثبت رسیده این چیزی که البته خدمت شما عرض میکنم حاشیه است ولی به هر جهت از جمله فیلم ها و عکسایی بود که امروز با استقبال قابل توجهی از سوی کاربرهای شبکه های اجتماعی همراه بوده ما همچنین امروز فیلم های مختلفی را دیدیم از یهودی هایی که جلوی دیوار ندبه ایستادن دارن دعا میخونن و پس از که موشک های فلسطینی که از روی سرشون عبور میکنه وادار به فرار کردن و ترک محوته شدن این هم از جمله چیزهایی بوده که به شدت از سوی کاربرهای شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته همچنین امروز خبری به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی روی خروجی رسانه رفته این فرد اشاره کرده به اینکه ما در غزه بهای بسیار به سنگینی پرداخت میکنیم اما اهداف ما یعنی نابودی حماس و بازگرداندن نوسرا ثابت است و گزینه دیگری نداریم از ابتدای جنگ گفتیم که مأموریتی سخت و طولانی در پیش داریم متاسفانه باید برای تحقق اهداف خود بهای بسیار به سنگینی بپردازیم و این کار ساده ای نیست این فرد در ادامه تاکید کرده که ما به بازگرداندن اسرای خود از طریق عملیاتی که جان نظامیانمان را به خطر میاندازد پایبندیم اما بهتر است که این کار از طریق دیپلماسی انجام بگیرد سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ما داریم ادامه میدیم ولی حالا برید گفتگو بکنی از طریق دیپلماسی حلش بکنی به اصلا هم هیچ فشاری روی نرتش نیست از صحبت های سخنگوش هم بسیار بسیار واضح و عیان است این بخشی از آن چیزهایی هست که امروز در فلسطین اشغالی و پیرامون مسئله غزه اتفاق افتاده و امروز با قابل توجهی در رسانه داشته است من طولانی ترش نمی کنم اگر شما نکته داشتین بحث بود حتما در قالب پیام برای ما بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کاملتر بشه الهی که پرشمتون بالا باشه دلتون شاد باشه رفقا خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر